بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام خاصة سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات يدي بفرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا و ان شاء الله این حضور ناقابل ما به کرم اون بزرگوار از ما پذیرفته بشه صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خداوند انشاءالله این نشست و برخواست ناقابل رو از ما قبول کنه و به کرمش اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارکش، نوکری در آستانش، عزاداری در محضرش و شهادت در راهش نصیب هممون بشه صلوات سوم رو جلیتر خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عنوان بحثی که محضر شما هستیم اسمش رو گذاشتیم تقابل اسلام علوی و اسلام اموی، که عرض کردیم منظورمون اسلام بر وزن اموی هست، اموی هم ادامه اون اسلام هست، بالاخره با تقیه اسمش رو گذاشتیم اسلام اموی یا جنگ دو اسلام، جنگ روایت ها، جنگ تفسیر ها. سوال بسیار مهمی مطرحه. شاید تو ذهن شما برای انقلابم این سوال گاهی پیش بیاد، آقا پیغمبر کیارو؟ این شروع مهمیه تو بحث. و اگر برادرای ما عرایض ناقابل و وراجیای گذشته ما رو دنبال کرده باشن، این یه گوشه ای از اون پازل کلیه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کیا رو تربیت کرد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اینا چی شد که یهو برگشتن ناگهانی؟ همشون که سران نفاق نبودن. سران نفاق اصلا کاملا برنامه ریزی شده است. نمیدونم دیشب عرض کردم یا اگرم عرض نکردم، الان تو یه جمله عرض میکنم که در خطبه فدکیه پرده از روی اینا کنار زد صدیقه طاهره، فرمود ظهرت فیکم حسیکت النفاق. گیاهو که بذاری تو خاک در نمیاد که، بذر رو بگذاری کود بریزی آب بریزی، اینا مدتی بایست تا اون سر سبز گیاه از خاک بزنه بیرون. حضرت فرمود پیغمبر رو که کشتید ظهرت فیکم حسیکت النفاق، حالا که اومدید حق وصی رو غصب کنین سر گیاه نفاق زد بیرون، یعنی برنامه‌ریزی شده از قبل. اون مال خود به فدکی است. من با سرانش کار ندارم. بالاخره میگه این هم آیه تو قرآن داریم در مورد مؤمنین و اینا، مجاهدان راه خدا، اینا چیو تربیت کرده بود اینا یو همه خائن شدن؟ ما داریم تحلیل جامعه شناختی میدیم از دوره پیغمبر و ارتباط و اتصال رفتار حسین ابن علی صلوات الله علیه نسبت به مادرش از زهرا. عرض کردیم آقا پیغمبر اکرم یه انگیزش اجتماعی ایجاد کرد، یه برانگیختگی اجتماعی ایجاد کرد برای اینکه تو ذهن جوانترا جا بیفته. عرض کردیم جو ایجاد کرد، منتها جو دو جوره، گاهی کلن موهوم دروغی خالی بندی، گاهی جو درسته، یه کار خیری و برای اینکه طرف رو کمکش کنیم توی فضای تبلیغاتی هلش میدیم جلو که راحت تر انجام بده. منتها این جو از کردیم اشکالاتی توش هست، مثلا پایدار نیست، مثلا عمق نداره دیگه، سینه سپر نمی کنه جلوی نیزه بگی بزن،
نه فرار میکنه تو جنگ. جو تا بیخ جنگه، تبل جنگ شدید بشه، احتمال کشته شدن بره بالا، اینجوری نمیشه. عرض کردیم آدمای جوی که شروع اصلاح هر اجتماع همین جوه است، شروعش همه رو در نظر بگیرید، تک و توک و نابغه های ایمانی رو بذاری کنار، نه همه رو در نظر بگیری، راهش اینه. منتها اینا لیدر نیستن. یعنی چی؟ یعنی اگر مسیر منحرف بشه اینا نمیتونن خط شکنی کنن مسیر رو برگردونن، باید کسانی جلو بیفتن شاید اینا بتونن پای کار بیان، چه جوی ایجاد کن اینا بیان گردن بگذارن پای کار. لذا بعد از پیغمبر اکرم که فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن، عرض کردیم شروع کردن به تحریک اینها، تحریک خالی بندی و دروغین معاذ الله، نه حقایق رو بیان میکردن، وجدان اینها رو تحریک میکردن، سعی میکردن وجدان عمومی رو بیدار کنن. برای همین نگاه کنید، اگه خاطر شریفتون باشه، اگر کسی بخواد کاملتر این دو دقیقه رو ببینه، همین فاطمیه گذشته، فاطمیه اول گذشته که در حسینیه علی و زهرا سلام الله علیها بودیم، اونجا من عرض کردم که از زهرا آموزش نداد، بلکه با سوالای انکاری عرض کردم ما مباحثمون سعی می‌کنیم به هم ربط داره. لذا اون انسیتم یوم القدیر، یعنی اینم فراموش کردید، نفرمود بشینید تخته وایت بورد بذارید آقا ویدیو پروژکتور روشن کنید در چند مورد پیغمبر چه فرموده. نه همه میدونستن اینا، منتهی میخواست بگه بله میدونم، بعد وام ایستاد جلو به خطر میافتاد، نمیافتاد، به خودش به خطر نمینداخت. لذا حضرت سعی میکرد اینا رو با سوال انکاری که وجدان اینا رو قلقلک بده، وجدان جامعه رو. قدیرم فراموش کردید اینطوری، نه آموزش بده، به وجدان اینا نهیب بزن. عرض کردیم وقتی حکومت دید کار داره خراب میشه، تحسن کردن، منبع درآمد اهل بیت رو قطع کرد برای اینکه نتونن اینا تجهیز کنن. فدک رو، زهرای مرزی مقابل فدک سخنرانی کرد، بیچاره کرد. حکومت گفت کار رو باید یک سره تمام کرد. خلاصه توی کوچه، که کوچه ذکر نشده در تاریخ لفظ کوچه، چون خانه از زهرا داخل مسجد بود، ولی این که اون کسی که لعنت اولین و آخرین انبیاء مرسلین، ملائکه مقربین، پیغمبر اکرم، امیر المومنین، ائمه هدا بروباد، نقل شده که اومد را و بست و خطبه رو، اون قباله رو پاره کرد و چه شد؟ یعنی وارد واکنش شدن. بعد احساس کردن ممکنه طرفداران امیرالمومنین بیرون مدینه جمع بشن کاری بکنن. اینم یه وقتی تو ماجرای بحث سقیفه تکرار شدنیست گفتیم، نمیخوام واردش بشم، تفصیلش اونجا هست، مال دو سه سال پیش. دیدن مثل که باید ورود کنیم، اومدن حمله کردن. بعد از این بلا فاصله هر دو طرف سعی کردن نسبت به این جو اقدام کنن، هم امیرالمومنین صدیقه طاهره ائمه بعدی، همونا. یه چیزی از آیه قرآن به شما عرض کنم که این جوی که من به شما دارم عرض میکنم، آیا در قرآن کریم هم اثری از این هست؟ بله هست. سوره مبارکه احزاب آیه مبارکه 11 به بعد این عبارت رو میگه، میفرماد که یه عده پاکارن، پای خدا و رسول وای میستن، گردن میگذارن، که تعدادشون زیاد نیست. بقیه چی؟ بقیه جوی هن، جوی ها پایدار نیستن، به سنبه پرزور بخورن عقب گرد میکنن. بلکه عرض کردیم پیغمبر اکرم خمس که دست خودشه، سهم اونا رو که ور نداشت، مثل این میمونه که سهم الارث رو بدن، ثلثش رو طرف برای خودش وصیت کرده. خب وارثا بگن هکی برای چی؟ آقا دیگه سهم شما رو که دادن، این سهم خودشه، تو مسیری هم که پیغمبر معصوم میخواد عمل کنه، هکی میخواد به مکیا بده. یعنی سر پول که کوچیکتر از جونه، اینا بهتان زدن به رسول خدا. لذا قرآن کریم میفرماد که
یه وقت میگی منافقین و سران منافقین یه کاری کردن، اون که ازشون معلومه، یه مردم، عموم مردم، همین جویا. خدا میفرماد اگر تو جنگ کار به جایی برسه که شدت بگیره، اون وقت اینا پرت و پلا میگن به پیغمبر. طرف میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه گرونیه. آقا لعنت خدا به اون کس که باعث گرونیه، تو چرا نماز نمیخونی؟ قرآن راجع به این حرف زده. این همه آدم های جوی هن که هنوز تبدیل به معرفت و ایمان نشده. آیه شو میخونم ببینید. میفرماد که و اذ یقول المنافقون، خوب دقت کنید، والذین فی قلوبهم مرض. چند تا شدن؟ چند گروه؟ منافقان و کسانی که در قلبشون بیماریه، هنوز ایمان راسخ ندارن، قلب سلیم سالم ندارن. اینا دو گروه هن، منافقا. هیچ ما با منافقا مشکل حرف نداریم، معلوم هن اونا حقوق بگیرن، نفوذی رسمی هن، اینا مردم هن. منافقا و کیا؟ مؤمنون. از مؤمنان کیا؟ اونا که هنوز قلبشون سلیم نشده، هنوز معرفت راسخ پیدا نکردن، جوی اسلام رو بردن. در احزاب خندق، وقتی تمام گروه های ضد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله اومدن دور هم جمع شدن، محاصره کردن مدینه رو، خطر قحطی اومد تو مدینه، معاذ الله مثلا فرض کنید یه جایی که 5000 تا جمعیت داره، مثلا میگم 20000 نفر گلادیاتور رزمنده حرفه‌ای سازمانی محاصره کنن، هیچ جوری نتونی در بریخ، یعنی احساس کنی که عجب غلطی کردیم، این شهادت اینو گفتیم، پوستمون رو میخوان بکنن. اینا چون ایمانشون راسخ نبود، نگاه کنید مسلمونا نه منافقا، چون خدا دو گروه میفهمه، من با اون گروه اول که منافقا کار ندارم، جزء بحث من نیست. والذین فی قلوبهم مرض، و اونایی که دلاشون هنوز قلب سلیم نداشت، مریض بودن، گفتن ما وعدنا الله و رسوله، دیگه خدا گفته، نمیتونم بگم معاذ الله، الا غرورا، خدا و رسول دروغ گفتن. مگه نگفتن با خدا باشی پیروز میشی؟ تا به سنبه پردو، آدم با معرفت با ایمان راسخ اینطوری حرف میزنه؟ میزنه. از کجا میگم؟ خود قرآن گفته، فرموده، آیه 24 ببخشید خالی بست، آیه 22 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، مؤمنونی که بالا تقسیم کرد دیگه، مؤمنون اونا که ایمان آوردن، یه گروهشون قلبا مریضه، باقی میشن چی؟ مؤمنونی که قلبا سلیمه، مؤمنون راسخ، مؤمنونی که جوی نیستن، سلمان ها. اینا وقتی دیدن احزاب اومدن، تمام قدرت طاغوت اومده جمع شده، فشار کامل گذاشته، تحریم 100% اقتصادی، امنیتی، حیثیتی، فرهنگی، اونی که تو فشار تحریم 100% چرت و پرت میگه یا ناامید میشه، اون جزء گروه والذین فی قلوبهم مرضه. خدا میفرماد اینایی که مؤمن بودن قبل از پیروزی ها، قبل از اینکه امیرالمؤمنین در احزاب کارزار کنه و اونجوری معجزه کنه، اون لحظه ای که وقتی امر ابن عبدود رد شد از خندق تو احزاب اومد این طرف، اینا جرأت نمی کردن سرشون از بین دو پاشون بلند کنن، زانوهاشون رو بغل کرده بودن، سرهاشون بین دو پاشون بود، جیگر نداشتن صورت بلند کنن، هی زیر لب به خدا و رسول جسارت میکنن، چه غلطی کردیم، شهادتین گفتیم، یه شهادتین گفتیم، بیا این هم آبمون شدن دونمون، این شمشیر و نیزه و چی فکر میکردیم چی شد. و برعکس مؤمنان که زیاد نبودن، خدا میفرماد ولما رأى المؤمنون الاحزاب، قبل از پیروزی وقتی مؤمنون دیدن که تمام طاغوت اومده اینجا جمع شده، عجیبه واقعا، گفت ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، گفتن این همون وعده خداست،
روز پیروزی اون روزیه که تمام جبهه کفر یک طرف، تمام جبهه ایمان یک طرف، اون روز به ما وعده دادن ما پیروزیم. هنوز جنگ تمام شروع نشده، هنوز زمان خوفه. گفتن هاذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا و رسول راست میگن. هنوز پیروز، یعنی یه عده رو پیغمبر تربیت کرده بود مثل حضرت موسی شده بودن. همون موقع که حضرت موسی سلام الله علیه رسیدن به دریا، پشت سر فرعون جلو دریای خروشان، تو آب بری غرقی، پشت سرم اینا بیان فرعون و اشد عذاب. اینا بودن چیکار کنیم؟ حضرت موسی فرمود ان معی ربی سیهدین. همون موقع اونا که ایمان نداشتن بودن آقا انقدر شعار ندید، ها شعار میدی چیکار؟ پشت سرمون فرعون، جلومون دریا، نه راه پس داریم نه راه پیش. یه عده رو تربیت کرده پیغمبر، اینا به معرفت کامل رسیدن، اینا از جو خارج شدن قبل از پیروزی، تا جو سنگینن ای همه طاغوت، دیگه ما طاغوتی نمیشناسیم، یهود بادیه نشینانه، عنود کافر قریشیان، همه دشمنا یه جا اومدن، گفتن هاذا ما وعدنا الله. به جای اونا گفتن دیدی این پیغمبره معاذ الله دروغ گفت به ما، دیدی ما رو جو زده کرد بندازه جلو دهن شیر. مؤمنین گفتن هاذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. قبل از جنگ، بعد جنگ تو پیروزی داری غنیمت میخوری بگی صدق الله و رسوله. بعد از این آیه، اون آیه ای که حضرت حق جل و علا میفرماد ولما را المؤمنون الاحزاب، مؤمنین وقتی همه این گروه ها رو با هم دیدن گفتن هاذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اینا چون جوی نبودن به لشکر سنگین دشمن که منسجم رسیدن، به تسلیمشون در برابر خدا اضافه کرد و به ایمانشون. گفتن ما بی صاحب نیستیم که، خدا داریم. بعد از این خدا می فرماد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. آقا این تغییر نخواهد کرد. من المؤمنین رجال صدقوا، راست گفتن، ما عاهدوا الله علیه، عهدی که با خدا بستن رو راست گفتن. وقتی دیدن دشمن یک پارچه است، عوض این که بترسن و دیگرانو بترسونن بگن بلا سرتون میارن بدبخت میشین سایه فلانو چیکارش میکنیم، اینا گفتن صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، راست گفتن، پای عهد وایستادن. فمنهم من قضا نحبه، یه عده از اینا گردن دادن، کشتم شدیم شدیم. اونی که ما وعده داد گفت احدل حسنین، یا اینجا پیروز میشید یا بیشتر از این پیروز میشید، شهید میشید در آغوش خدا، راست گفتن. و منهم من ینتظر، یه عده منتظرن. امیرالمومنین اینجوری بود دیگه، امیرالمومنین زجه میزد دنبال شهادت میگشت. من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا، دنیا دنیا زمینی که هست تغییرم نمی کن. یعنی جنگ جویا، و چون این جویا هستن منافقین اومدن گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم، آی بدبخت شدید، دارن میان. هر کسی جامعه مؤمنین رو بترسونه از مقاومت در برابر طاغوت، رسما طبق این آیه فعل منافق رو داره انجام میده. آیات ابتدایی سوره مبارکه احزاب، صریح قرآن هم هست، روزنامه نیست که بگم روزنامه گفته که. خب اون کسانی که اومدن درگیر شدن، حضرت زهرا سلام الله علیها رو کشتن، باید چیکار میکردن؟ باید کاری میکردن که مردم بیشتر به سمت جو، بلکه جو موهوم برن. این طرف ائمه باید چیکار میکردن؟ باید مردم به سمت جو حقیقی، یعنی فضای تبلیغاتی که حقیقت مغزشه، برن و کم کم به سمت معرفت برن. دقت میکنین؟
جنگ دو طرف اینه. یه مثال بزنم ببینید، پیغمبر اکرم وقتی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخواست تو تو جنگ ها میخواست اینها رو ببره، جنگ بدر که شد فرمود بریم پولامون رو پس بگیریم، چون میدونست اگه به اینا بفرمود اهدل حسنین اینا نمیان، پول میخواید پولاتونو ببینیم پولامونو بگیریم. دروغ هم نفرمود پیغمبر، رفتن به سمت ابو سفیان که پولا رو بگیرن، ولی ابو جهل منافقا لو دادن اونها دور زد سپاه و قیچی که مجبور شدن به جنگ. همش جویه. وسط جنگ بدر اگه اینا جمعیت اهل بدر رو میدیدن همه در میرفتن. آیه 44 سوره مبارکه انفال، خدا میفرماد یه کاری کردم اینا چشاشونی که ماریدن وا کردن، دشمن رو کم میدیدن، 1000 نفر رو 50 نفر دیدن. یعنی اگه قرار بود با حقیقت محض روبرو بشن اینا میگفتن خدا و رسول دروغ گفتن یا علی. پیغمبر برای اینکه شروع کننده بود، بعد یه جامعه اسلامی شروع میشد تا یکی یکی سلمان هاشو سوا کنه بشن رجالون صدقو قلب سلیم پیدا کنن، باید هی جو ایجاد میکرد، جو حقیقی ها، جوی که مغزش راسته. ای من نگرانم کلی به طرف ما درست میگم، پیغمبر مردم رو جو زده میکرد، راحت میشه تقطی کرد دیگه. اون تو چیکار کنیم؟ این موضوع حقیقته. ای من تکرار میکنم مغزش حقیقت بود، یعنی اینجوری نبود تبلیغات الکی موهومی باشه. از اون طرف اونا باید چیکار میکردن؟ باید هی جو ایجاد میکردن. یک، حالا دقت کنید، یکی از دلایل این که حکومت خلفا به سمت فتوحات رفت چه بود؟ برای این که آقا این جامعه اسلامی میانگینش رو در نظر بگیرید، میانگین جامعه اسلامیو مثلا فرض کنید میانگین ایمان خانواده شهدا از میانگین ایمان مردم تهران احتمالاً مردمان دیندارتری هن. قبول دارید اینو؟ خانواده هایی که شهید دادن احتمالاً میانگین بگیریم، حالا توش بد و خوب هم ممکنه باشه، خیلی خوب باشه، خدا نکرده بد هم باشه، میانگین بگیری، اینا بیشتر پاکارن پای دین هزینه کنن یا میانگین کل مردم تهران؟ میانگین خانواده های اونا که 10 سال اسیر بودن اینا بیشتر آمادن یا میانگین کل مردم کشور؟ معلومه دیگه. چرا پیغمبر اکرم 15 سال اجازه جنگ نمیداد؟ برای اینکه خود پیغمبر میدونه اینها رو با فضا سازی درست آورده پای صحنه، لشکر درست بشه، اینا پای کار اسلام نیستن، لذا کتک هم میخوردن و فلان صبر کنه. تا اذن للذین یقاتلون، تا اجازه اومد، تقریبا 15 سال کتک خوردن، حالا اجازه دارید بجنگید. 15 سال که گذشت 300 تا دونه بودن تو بدر، تازه ما میگیم اینا رو هم با جو آورده. یعنی پیغمبر اولش دنبال چی؟ آرام آرام، با این که عرض میکنیم فضا سازی کرده. اما اینا که اومدن چیکار کردن؟ به فتح مکه که رسید ناگهان، یعنی یه عده زیادی اسلام آوردن. چجوری اسلام آوردن؟ طلقان جنگیدن، شکست خوردن، برای اینکه پول نخوان بدن، اسیر نخوان بشن، کشته نخوان بشن، فدیه نخوان بدن به خاطر اسلام، ما اسلام اشهد ان لا اله الا الله. همه اینا که ایمان حقیقی، میانگینشون پایین میشه دیگه. سالای پایانی عمر شریف رسول خدا میانگین ایمان جامعه اسلامی بالا رفته یا پایین رفته؟ پایین رفته، چون جمعیت ناگهان زیاد شده، فتح مکه شده، تمام دشمنای قبلی چون شکست خوردن برای اینکه هزینه ندن بودن جز مسلمونا. دقت فرمودین؟ حالا ای وایسیم بگیم صبر کنید که اینا کم کم تبدیل به معرفت بشه، هی بهتر بشه. چرا امیرالمومنین به حکومت رسید فتوحات نکرد؟ چون امیرالمومنین خود اول همینی که هست و اصلاح کنه. اونا به حکومت رسیدن شروع کردن به فتوحات. هرچی فتوحات میکنی ناگهان جمعیت 10,000 تای جامعه اسلامی میشه 100,000 200,000. کسایی که پیغمبر رو ندیدن، در راه خدا شکنجه نشدن، با عمر مسلمون شدن، با معاویه مسلمون شدن، با ابوبکر مسلمون شدن، با عثمان مسلمون شدن. فرق داره ما این که با امیرالمومنین و رسول خدا مسلمون بشن، اصلا اسلام نمیدیدن بیچاره، فقط اسمش بود.
روایت شیعه و سنی هم هست دیگه، اسلام میمونه فقط ازش اسمش، قرآن میمونه فقط خطش. چرا فتوحات میکردن؟ برای اینکه رقیق کنن اون جو و میانگین بگیره، میاد پایین دیگه. لذا خیلی دوره امیرالمومنین دوره سخته که حضرت فرموده صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. امیرالمومنینی که تو همه جنگا پرچمدار شماره یک اسلام بود انقدر ناشناس شد. شما اگه بخواید به یه نویسنده سناریو برای تئاتر بگید تئاتر میخوایم درست کنیم، یه قصه تئاتر درست کنیم که آقا ببینیم جنگ بدر رو، پیغمبر رو بذاری کنار، یه نقش اول داره که تقریبا 95% بدره، امیرالمومنین. درسته؟ اینجوریه دیگه. من همیشه اینو میگم برای اینکه این حالت قبضی که تو ایام محرم هم من دارم هم شما برطرف بشه، اینو هر سال تکرار میکنم که ابن مسعود میگفت هی به خدا پیغمبر میفرمود کفل الله المؤمنین القتال، نترسید کمید، نترسید اسلحه ندارید، نترسید مرکب جنگی ندارید، اسب ندارید، خدا براتون بس تو جنگا. ما نمیفهمیدیم بدر که شد، امیرالمومنین که دیدیم فهمیدیم پیغمبر فرمود کفل الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. ببینید علی هست، اللهم صل علی محمد. وقتی شما یوهو برمیداری بی جهت عده‌ای رو با حمله مسلمونا رو تعدادشون رو زیاد میکنی، وسط کار غارت هم میکنی، وسط کار یعنی وسط میانگین جامعه مسلمین رو تضعیف میکنی، همزمان بال تربیتی با بال گسترش اسلام با هم پیش اینجوری پیش میره، کاریکاتوری، دماغش گنده است بقیهش کوچیکه، کاریکاتوری. اینا یه جای اسلامو گنده کردن، هر جا پول و جواهر بود اونجا رو فتوحات اسلامی میکردن. برای چی؟ برای اینکه سخت‌تر بشه جو ایجاد کرد به نفع حق. لذا 23 سال 13 سال از پیغمبر که گذشت، جندب ازدی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا در کوفه، کوفه سال 17 درست شد، 6 سال بعد از اینکه کوفه درست شد. کوفه کی بود؟ وقتی ایران رو فتح کردن. کوفه جز ایران قدیمه، کوفه و بصره رو قرار دادن که نیروهای نظامی حواسشون به ایران تازه فتح شده باشه، مرکز نیروهای نظامی، دو کوهه اسلامی کوفه و بصره، رزمنده ها، لشکر صاحب زمان دیگه، بالاخره رزمنده ها طبیعتاً باید میانگین ایمانشون از غیر رزمنده ها بالاتر باشه. جندب ازدی اومد گفت یا علی در کوفه بگی علی ابن ابی طالب، مردم نمیشناسن، نه اینی که مثلا فضائلشو نمیدونن. اونی که اون مورخ میگه علی رو دفن کردن، زنده بود ولی دفن کردن، اسمش رو دفن کرد. لذا اومد گفت علی هم تو بعد شرکت کرده، جزء سربازای پیغمبر تو بعد بوده. دقت میکنی؟ اونا دنبال این بودن کاری کنن که اگر یه وقتی هم یه خط شکنی، یه فاطمه ای سلام الله علیها دوباره پیدا شد، نتونه این جامعه رو تکون بده، همراه کنه، لش باشه تنه اسلامی از این جمعیت تازه مسلمونی که قبلی ها شکنجه شده بودن، تخت سنگ رو سینه‌شون گذاشته بودن، بعدن پیغمبر ول کردن رفتن دنبال کارشون. تازه مسلمونا بسم الله شناسنامت بیار، کد ملی رو به اسم اسلامی ثبت کن، فتوحات یا کنیز یا سکه یا جواهر، برگشتن پولدار شدن، بودن برکت مال مجاهده. پولدارا کیا بودن؟ رزمنده‌ها بودن، چون غنیم طلا گیرشون میومد، یعنی صرفه داشت شما بشی مسلمون رزمنده. خب دیگه میشه این جامعه رو را انداخت به سمت حق؟ لذا استراتژی، حالا من چون ساعت رو نگاه میکنم این بحث باید از اینجا من ادامه بدم، ولی یهو میرم اون آخر به سید الشهدا میرسم، برمیگردم فردا شب از همینجا.
یه مسیری امام امیر المومنین و امام حسن و 9 سال و نیم سید الشهدا رفتن که وقتی سید الشهدا میخواد کار رو شروع کنه برخلاف این حرفی که زدیم دیگه سید الشهدا جوی سرباز نمیگیره. وقتی معمولا اینجوریه، الان خدای نکرده اینجا یه اتفاق بیفته، مثلا میگن یه مار اومده، نمیان اینجا الان بسم الله الرحمن الرحیم یک مار خطرناک با سم فلان، همین مردم میخواد در برن بیرون دیگر میکشن، درسته؟ به سید الشهدا اومد گفت آقا فرمود ما اینجا غریبه نداریم، چی شده؟ بلند بگو. گفت از کوفه داشتیم میومدیم بیرون، دیدیم بدن بی سر مسلمو که به اسب بستن رو زمین میکشن، هم رفتن. آقا دیگه سرباز جوی نمیخواد، روز عاشوراش هم تا زجه نمیزدن التماس نمیکردن قبول نمیکرد. مسیر رو عوض کردن اونا. خب خواستم بگم شما ببینید این فضا هنوز به هم مرتبطه. حالا فردا انشاءالله از اونجایی که امروز عرض کردیم بحث رو ادامه میدم. شب چهارم، این روزهایی که آقا ما میخونیم همش عرفیه. یه آدمی که داره غرق میشه به هر بهانه پیدا کنه به جای متوسل میشه. من در این محرم اخیر چند تا توسل داشتم، یکیش به حضرت حور سلام الله علیه بوده و حاجتمو گرفتم. حاجتم هم راجب همین جلسه بوده. عرفیه، مثلا عرب‌ها در کربلا روز هفتم از حضرت عباس میخونن. تاسوعا ندارن مثل ما اینطوری. البته تاسوعا ریشه روایی داره. عرفیه، آیه قرآن نیست. مثلا از فرزندان ام البنین هیچ وقت نمیخونیم، میشد خون. از خود زین العابدین هیچ وقت نمیخونیم، میشد خوند. از بچه های امیرالمومنین روزه نمیخونیم غیر حضرت عباس و سید الشهدا و غیر فرزندان ام البنین، میشد خوند. از یکی از شهدای فرزندان امام حسن روزه نمیخونیم، عرفیه دیگه. بالاخره 10 تا مراسم داریم، ولی واقعا حیفه که یه شب و حداقل به اعصاب اختصاص ندیم. من که پیشنهادم اینه که طول این جلساتو که الان عرفش 11 روزه حداقل 12 روز کنن به امام سجاد اختصاص بدن. یعنی شهادت امام سجاد رونق نداره و خدا میدونه که اگر یه وقتی فرصت بشه ما با هم بشینیم بگیم امام سجاد برای ما چه کرده، خیلی امام عجیبیه امام سجاد. خیلی بعضی وقتا عرفا ما رو به جهل میبره. حالا حیف هم از اصحاب نگیم. از بین اصحاب بعضی ها یه جوری هن که یکی مثل من اصلا امید نداره که بخواد، فرض بفرمایید که به اونا هم بخوام دادم تشبه پیدا کنه، سخت. خیلی هم خوبه برای این آدم بخواد بگه. من هم بعضی وقتا گفتم، انشالله امشب هم برای شما میخونه. در بین این اصحاب یه نفر هست که حق گردن ما داره. چرا؟ چون یه جلوه از سید الشهدا به ما نشون داده که اگر اون نبود ما هیچ وقت باور نمی کردیم. یعنی به امام شناسی ما کمک کرده. سلطان و تائبین حر ابن یزید ریاحی که امام هادی به او سلام کرده. به ابی انت و امی کاری کرده که ما نگاهمون به امام حسین تغییر کنه. خداییش اگر ماجرای حر نبود، انصافاً به خودتون رجوع کنید. ببینید این جلوه از سید الشهدا رو باورتون میشد؟ باورتون میشد؟ قبول ندارید که به امام شناسی ما کمک کرده. یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه، یا سریع الرضا. یه چیزایی ما فهمیدیم از امام حسین که اگه هر نبود نمیفهمیدیم. دو کارم کرده.
حالا امشب اگه روزم هم یخ کرد اب نداره، توش معرفت باشه، بعد میخونن من خیالم راحته، باز من بهتر بعدش روزه میخونم. اونی که بفهمیم انشالله بعد گریه کنیم بهتره. ما تو مناجات شعبانیه یه چیزی میگیم، آقا خیلی ها بودن میخواستن اعتراف به حقانیت امیرالمومنین بکنن از همون قتله حضرت زهرا و دیگران، ولی آقا اعتراف یه آره، ننگه، شرمه، داغی شرم از آتش بیشتره اگر کسی اهل مناعت تب باشه. ما تو مناجات شعبانیه خب ما امشب میخواییم توسل کنیم، اللهم ان کان قد دنا اجلی، خدایا اگر عمرم داره تمام میشه، ولم یدننی الیک عملی، عمل به درد بخوریم از من به تو نرسیده، و قد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، بین ما و خدا، بین ما و خدا مناجات شعبانیه خصوصی شب رو سجاده خونتون که کسی نیست بخوایم به خدا بگیم خدای تو که پرونده سیاه منو میدونی، اقرار انقدر وزن داره که ائمه ما که همشون مناجات شعبانیه میخوندن سلام الله علیهم اجمعین، میگن من اگر عملی نداشتمم اقرار اومدم بکنم. به همین به ما گفتن وقتی بگی یا اله العاصین، همینی که بشکنی لبیک گفته میشه. این کوچک نیست، اینو نباید کوچک آدم بدونه. خیلی ها بودن حق و فهمیدن، مگه زبیر نبود؟ زبیر روایت اختصاصی از پیغمبر براش رسید، امیرالمومنین رفت صداش کرد، فرمود یادت نیست پیغمبر به تو چی گفت؟ گفت فرمود خیلی علی رو دوست داری، گفتی آره، فرمود یه روزی مقابلش قرار میگیری در حالی که تو ظالمی، یهو انگار پتک زدن تو سرش، ولی برگشت سپاهشو دید اگر بیاد تو سپاه امیرالمومنین هو میکنن. آره نعیمت گاهی تو زندگیمون پیش میاد من یه غلطی میکنم نمیتونم برم بگم غلط کردم، هرچی این غلط سنگینتر، شدیدتر، قبیحتر، شنیعتر، شرمش بیشتره. اینم هر هم به ما خداشناسی و توبه یاد داد، هم معرفت امام حسین واسطه شد ما بفهمیم. اومد به امام رسید، یه چیزی هم بگم ها، اینم به شما عرض کنم بعد شروع کنه. هر توی خانواده شیعه اهل بیت به دنیا نیومده بود، پای روزه اهل بیت، پای محبت امیرالمومنین ننشسته بود. اینا از عواملیه که کمک میکنه به نگاه کردن. وضع ما بدتره ها، به خود حر و به خود سید الشهدا قسم، من حر بعد از توبه که هیچ، خودم رو با حر قبل از توبه هم قابل قیاس نمیدونم. چند سال منو 60 روز آورده تو خیمش، حر اصلا تجربه محبت اهل بیت نچشیده بود، حر تو خانواده شیعه نبود، حر شیر مادر رو با گریه بر سید الشهدا نخورده بود. ما وضعمون خطرناکتره، خدا نکنه ما خیال کنیم. من بعضی وقتا میبینن میگن که خدایا ما که حر نیستیم، معاذ الله، این فرصتی که 1400 سال خون ریخته شده زجر کشیدن تا به ما رسیده، ما فرصتی که داریم آدم ها با هم به مناسبت استعداد و توانی که دارن مقایسه باید کرد. حر فقط یه چیز فهمیده بود، اونم اینه که فاطمه زهرا محبوب پیغمبره، چیز دیگه نگفته بودن. فاطمه نیومده بود جلسه فضاله از زهرا نشنیده بود، همین بهش خبر رسیده بود که فاطمه زهرا حبیبه رسول خداست، به همین عمل کرد. آدم اونی که بدون عمل کنه، اتقوا الله و یعلمکم الله، باقیشم میدن. این بیچاره چیزی نشنیده بود، مثل ما نبود. اومد مقابل حضرت که قرار گرفت، قبلشو بگم، وقتی مسلم رو شهید کردن سید الشهدا فرمود اسقل ما و اکثرو، آب زیاد جمع کنید،
یعنی احتمال درگیری بالاست، باید آب جمع کنید. بیش از نیاز معمول آب برداشتن. به سپاه هور که رسیدن 1000 نفرن، اومد مقابلشون، تشنه بودن. فکر کردید یه بار بود سوره هل اتا نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. از دهن امام حسن، حضرت زهرا و امام حسین قضا گرفت به کافر حربی داد، حسین ابن علی روحی الله داد، پسر همون فاطمه زهراست، آب ذخیره رقیه و سکینه و شیرخوارشو هم به اینها داد هم به اسبهاشون داد. اینا اهل بیت جوی نیستن، اینا معرفتی هن. اینا اینجوری نیست جو بگیره یه بار یه کار خیر بکنن، 1000 بار تو موقعیت قرار بگیرن با سوره انسان اتفاق خواهد افتاد. خوش به حال ما، تو همون مناجات شعبانیه میگیم، میگیم خدای من خیلی وضعم خرابه، اگه میخواستی منو زمین بزنی، لو اردت هوانی لم تهدنی، اگه میخواستی ما رو زمین بزنی ما رو با حسین داشتا نمی کردی. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، خودت هم میدونی میخوای دست ما رو بگیری، وگرنه اینجوری شوق امام حسین تو دل ما نمینداختی. این قلبی که موج میزنه اسم سید الشهدا میاد تپشش تغییر میکنه، اینو میخوای بسوزونی؟ چطور سید الشهدا میگرده در هور ببینه چی میتونه پیدا کنه؟ امام زمان هم همینطور. برای همین ورودی به جلسه عرض کردیم بگیم یا صاحب الزمان جئنا لنسعد فاطمه. آقا اومدیم خودمون نشون بدیم، در ما یه بهانه پیدا کنی. آب هم به اینها داد هم به اسبهاشون داد. اصلا انگار نه انگار که این آب بعدن کمیاب میشه، دختر بچه ها شکمهاشون رو ببینید این روایت رو چجوری معنی کرده حضرت. خدا میفرماد لو علم المدبرون کیفش تیاقی بهم، اگه اینایی که با من قهر کردن از من دور شدن میدونستن من چه شوقی دارم اینا رو برگردونم، لما تو شوقن، از شوق میمردن. هر بیاد خطا هم بکنه ولی سید الشهدا شوق داره، داره پیغمبر به امیرالمومنین فرمود لأن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. فکر نکنید جلسه بعد 1000 نفر آدم داشته باشه. پیغمبر به امیر المومنین فرمود یکی رو هدایت کنی از همه چی برات برتر. طول عمرمون یه نفر دستشو بگیریم بیاریم دو جلسه سید الشهدا لأن یهدی الله بک رجلا، حالا رجلا اینجا یعنی انسان، حالا یه خواهری و یه برادری. آقای ما سید الشهدا به اینا که آب داد گفت آقا برای چی اومدی؟ هیچم بناش اینجا نیست که خضوع کنه مقابل حضرت. برای خاطر نظامی، آدم نظامی خشونتی دارن دیگه. چند تا شما میتونید گوسفند سر ببرید؟ مثلا نمیتونم نگاه کنم. بالاخره آدم نظامی شمشیر باید اگه ایمان داشته باشه که رؤوف باشه یه جنمی میخواد، ایمان نداشته باشه یه خشونتی میخواد. گفت از امیر دستور داده جلوت قرار بگیریم و تو رو جایی ببریم که آبادی نیست، آب نیست، سایه نیست. با ما یا علیه ما؟ گفت علیه شما. گفت اگر بخوایم گوش ندیم، گفت باهاتون میجنگم. خواستن این ور برن نمیذاش جای درست برن، سمت آب برن سمت. من اینو همیشه عرض کردم، نکته تربیتی مهمه. سربازای شیطان و سربازای خدا درون وجود ما، جنود رحمانی و جنود شیطانی با هم در جنگن. من بدبخت انقدر وضعم خرابه هیچ وقت این جنگو نمیفهمم، چون همیشه جنود شیطانی پیروزن. برسم به گناه انجام میدم، اصلا از درون کسی منو نمیکشه سمت خودش. یکی از رحمتهای واسعه امام معصوم که ولایت تکوینی داره اینه که لحظه این که ما توسل میکنیم میگیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن، یکیش اینه که لحظه ای که مواجه میشیم با گناه اون جنود رحمانی نفس ما رو تقویت میکنه، درگیری رو حس کنیم با خودمون، یعنی هی بیرم یا نرم ایجاد میشه، به سرعت نمیرادم تو گناه.
سید الشهدا تو این نگاه کرد که کجا رو میتونه تقویت کنه، این چی داره، چه حقیقتی تو این هست. ایمان که نداره، اعتقاد به ولایت که نداره، توحیدش که خرابه، چی تو این حقیقیه که اگر اون رو روش دست بذاریم این یه زوری میزنه شاید برگرده. همین کار سید الشهدا با عبیدالله حر جوفی کرد، وقتی رفت تو مفصل رفت پیش عبیدالله حر جوفی اون جسارت کرد، حضرت فرمود تو خیلی گناهکاری، وضعت خیلی خرابه، من شفاعت جدم رو برات تضمین میکنم. او شوخی کرد، آقا محاسنتون خوش رنگه، خضاب کردی یا همین جوریه؟ حضرت همین کار رو برای او هم کرد، فرمود اشی و الینا بنی هاشمن یعجل، یه بلایی سر ما آوردن، ما بنی هاشم زود پیر شدیم، محاسنمون سپید شده، چون میخوام بجنگم خضاب کرده. یه اشاره کرد، یعنی آی عبیدالله حر جوفی هم چیزی نشون میده اینا درگیر بشن نجاتش بده حضرت، انگار غریق و یه چیزی بندازی بگیره تا فرصت کنی دستشو بگیری. عبیدالله حر جوفی گفت من فعلا قصد مردن ندارم، میخوای اسبمو بدم. این جسارت کرد و عالم هدیه میدن اهل بیت. حضرت فرمود ما کنت متخذ المضلین عضدا، من اصلا از گمراهان و گمراه کننده کمک نمیخواستم، من بودم دست تو رو بگیرم. رفت. اینجا هم همونه. امام صادق که به ما فرمود میای تو مجلس حضرت زهرا گوشه اشکت که میاد، تا گوشه اشکت گوشه چشم اشکت جاری شد وصل فاطمه، خبرش به مادرمون میرسه خوشحال میشه، همون ماجرای هر رو برای من و شما پن کردن. فرمود مادرمون رو خوشحال کنید، لبیک بگید به مادرمون. همون مسیره. وقتی دید داره چموشی میکنه هر، گفت با شما علیه شمایی می جنگم، دستور امیره. حضرت فرمود سکلت که اون مک، مادرت به ازاد بنشینه. چقدر معاذالله بین ما هست، حرف رو نشنیده در جا جواب میده، یک کسی حریف زبون من نمیشه. معاذالله از این که شیطان انقدر به ما غلبه کنه که کسی حریف زبونمون نشه، بعد ببندیمش تا اومد جواب بده. قبلا هم توضیح دادم حضرت چیزی اونجوری نگفت، ولی بالاخره گفت یه چیزی گفت که مادر تو رو درست تربیت نکرده دیگه، حقش اینه که تو بمیری برات عزاداری کنه که تو رو اینجوری تربیت کرده، وای میسی جلو ولی خدا. اومد جواب بده، دو بار هر تواضع کرده، یه بار اینجاست، گویا کسی دیگه بود منم جواب میدادم، ولی مادر تو فاطمه زهراست. ما اینجوری فهمیدیم از کل این دین، من فهمیدم مادر تو حبیبه یا رسول خداست. با این حال هنو خاضع نشده، ولی اگه بخوای می جنگم با تو. اصلا دید نه این کارش تمومه. چند روزی با هم هم مسیرن، او حیف زور میزنه که امامو ببره سمت بیابونی که نه آب نه سایه است. سید الشهدا میدونه یکی رو فعلا سید کردیم تو راه خدا. یا صاحب الزمان انظر الینا نظرت الرحیمه. هی هم میگفت ایشالله جایی نمیشه، بالاخره میان، بالاخره کوتا میان، یه اماننامه چیزی، یه رشوهی میدن به حسین ابن علی، این بازن و بچهش که نمیاد به جنگه، اونا هم انقدر ابله نیستن پسر پیغمبر بکشن ننگ ابدی باشه. هی با خودش روز هفتم شد دید آبا بستن. از روز نهم یوم حوصر فیه الحسین، محاصره شدید شد، صدای گریه از آتش بچه ها دیگه به گوش می رسید. این هر میگم عجب عجب، اگر می تونست همون روز نهم می اومد، ولی خیلی خط شرم داره. حالا خدا نیاره آدم عزیز بچه یه مادر و آدم یه دونه رو بکشه، معاذالله اعاذنا الله من شرور انفسنا، خیلی سخته بره بخواد بگه غلط کردم. چی بگم به اینا؟ هرچی وضع بدتر شد، این دید ای داد بیداد غلطی که من کردم، هی با خودش ما هنر نیست امروز به امام زمان پناه ببریم، چون هر یه چیز یادمون داده. اون میگفت اگه من الان برم عذرخواهی کنم چی میگن به من؟ ولی بالاخره گفتش که
این همون تواضع نسبت به فاطمه زهراست، تواضع دوم. متأخرین اینجوری میگن کفشاشو در آورد به گردنش آویزون کرد، سرش هم انداخت پایین، داشت میومد گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، خدای منم جز کسانی هم که دل زینبشو لرزوندم، بچه هاش تشنن، شیرخوارشو دارن دست به دست میکنن، چی برم بهش بگم؟ ولی خودشو شکست، اومد مقابل حضرت، سرش هم بلند نکرد، علیک من السلام یا ابا عبدالله، حلی من توبه، امیدی به بازگشت منم هست؟ فرمود نعم یتوب الله علیک، ارفع رأسک، سرتو بلند کن. همه زجه زدن رفتن جز علی اکبر و هور. هور باید زود بره، وایسه صدای علتش اذیتش میکنه، تو زود برو. رفت میدان، برای هیچ شهیدی سید الشهدا مدعی نکرده. وقتی رفت بالا سر هور، بالاخره من یه چیزی گفتم نسبت به مادر، دلت از من گرفت، انتل هور کما سمت که اموت، مادرت اسم تو درست گذاشت هور، آزاد مرد. بعد برای شعر خوند، تا بیان شما رو به فیض برسونن. من شب چهارم دلم میخواد به نیابت از هور، اون لحظه ای که با شرم سید و شهدا رو صدا زد، ما هم یه سلام بدیم، انشالله قسمتتون بشه شب عاشورا کربلا باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. حیف شما هم نگیدا، خدا شاهد از بستگان ما کسی 20 روز فلج شده از کمر به پایین، به من گفت میری تو مجلس ما رو هم یاد کنین، یه روزی حتما حسرت امروز رو میخوریم. به نیابت از حرمم میگم علیک منی سلام. دارید میگید این آخرین سلام ما نباشه، آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسن.